سلامتی کرم خاکی، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. سلامتی پل آبل که هم اجازه میده مردا عروش رد بشن هم نامردا. سلامتی دریا که قربونیاشو پس میاره. سلامتی آزادی، لعنت به قفس، لعنت به قفس. زندون رفتی؟ خیلی سخته. سمت راستتو نگاه میکنی دیواره، اما سمت چپت هم که نگاه میکنی دیواره، ولی پشتت هم که نگاه میکنی دیواره. روبرود میلای زندون. من خودم حبس نکشیدم، ولی خب با افرادی که حبس کشیدن صحبت کردم. خدا پدر مادر کسی رو بیامرزه که این چیز رو اختراع کرد. واقعا چیز خوبیه. تو زندانی ولی آزادی، آزادی ولی تو زندانی. حالا چجوری میشه؟ بهتون میگم. بچه نو رو کم آقا و بلکم اون بچه هم کشتی اونو زبون بسته راحت باشه. جسارت اسخر آقا، شما مطمئنی امروز در میاد؟ آره بابا، خودم آمارشو در بردم، وکیلش گفت 8 نه 8 و نیم آزاده. حتما هم بنگش واسش گلریزون کردم، میاد دیگه. اما گلریزون چیه؟ غلام مشکه تا قل بخوره میاد تا این روز. هر خوش نرم به غلام بد بگینا. دفعه بعد بفهمم کسی بهش گفته بشکه، من میدونم و شما. خوبه من کله تونو که تو رو مسخره کنم؟ اسخر آقا، 2 ماه من آزاد شدم، حتما کاسه زیر نیم کاسش هست دیگه، به این راحتی که آزاد نمیشه. چه کاسه زیر نیم کاسش هست؟ بعد تو حبس کشیدی اون 2 ماه رو میگی حبس؟ بازداشت موقت بود که رفتی اومدی. ای وجود میگم اسخر آقا، این چرا ضربان قلبشو نشون نمیده؟ نکن، میگم کشتی اونو. اه بلش کن. کردی راضی به زحمت نبودین داداش؟ شما دیداش خانم قبار زندان به چشیده، ولی توتی هست. خودم بسته بدم روزی که از این زندان اسقر آقا یه جا بده اینو زمین بزنم. نوت میکنیم ما خودت گفتی جلو پا آقا غلام بزنم زمین دیگه. الان آخه نکبر سری نه اینجا جمعش کنی سر روزه ببینم. آره دوباره میندازی این تو آن شقیقه هم خالی شد از دست اینا. آقا لا سفت حبس بودی آزاد شدی، خبریه؟ رضایت گرفتم بابا. بادکن ببینم، بادکن 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 بادکن. آه شدی سوزونی رفت. ببینی سرت سلامت. بیا بریم باخچه صفره انداختم سوانده رو فقط ردیف شد. بیا بریم ای بابا گرفتار کرده بارو این. بیا بریم دیگه. Thank you.
پرونده امروزمون در مورد مردیه که متاسفانه توی زندانه، اما یه جورایی حقش نبوده که تو زندان باشه. حالا چجوری از زندان آزاد شد براتون میگم. مسته دیگه، اینقدر از آمادگی جسمانی من سوء استفاده نکنید. بسه. پاتو نذاری رونم بی وجود، برکت خدا. اصلا جون دمت گرم داداش، خیلی حال دادی، سفرت پر برکتش. سفره درویشی بود، چیزی نبود، حالا اصل برنامه مونده. از شما با ما خیلی رسیده، این دفعه شما تشریف بیارین خونه ما بتونیم در خدمت بشین. حتی وقت زیاده فعلا برنامه های درجه یک برنامه. چی شد ولت کردن آقا غلام؟ به تو چی شد ولش کردن؟ واسم سوال شد دیگه. آقا غلام حکم 4 سال نبود؟ چرا بود؟ وکیله دیگه، وکیله خیلی کارش درست بود، همه چی رو درست کرد، ردیف کرد. اصغر یه وقت کاری چیزی داشته بود وکیله بگم، حبس بعدید با منه. یعنی اف خوردی آقا غلام؟ بخشیدن دیگه یه جوری، آره وکیله درست کرده. نکن از این پابنده بستن به پات. پابند چیه؟ هیچی ما فقط پابنده یه چیزی مسخره خواه، خانواده، اصول اخلاقی، مرام و مردونگی. این آخرین حرف، خدا نیامرزه اون کسی که برای شما پابوش تو جای شما تو زندان نبود. آقا غلام دیگه حرف زندان و این داستانا هم ول کنید، تو رو خدا تموم شد دیگه. یه برنامه درست حسابی ریختم، فردا میریم به همه کاراتون میرسیم، پس فردا صبح حرکت میخواییم بریم ددر درست حسابی. آخ جون مسافرت میبین از خرقا کجا؟ به سلامتی آزادی داش غلام، 3 روز میخواییم بریم انزلی و برگردیم. شمال؟ اشگردی من میدونم بعد حبس تو کجا دوست داداش. ما همین صفره هم از سر اون زیادی بود شما رو حال دیدو قربونت برم عزیزم. هل کن نمیخواد خواهی تو درد سر دیدو. چی درد سر چی بیه بریم 2 روز به با کلت باد بخوره این حرف بکنم. اصغر جو میدونی چیه، من خیلی وقته بالا سر خانواده نبودم، سایم بالا سرشو نبوده. بابا 3 روز میخواییم بریم یه بادی به کلت بخوره دیگه، چیزی نیست که. اصغر پسرم چی شده؟ عینکی شده، نمره داره. حالا اب نداره، این سریو بیا خالی بریم، جا رو اوکی کنیم، تر تمیز بود، همه چی خوب بود، اهل عیال هم میگیم دفعه بعد. نه میخوام به خانواده کم برسم، از خسایم بالا سرشون نبوده، بچه‌ها همه خورد. برو تا فردا شب به خانواده برس، پس فردا صبح حرکت. حله عادت بچگیمه، همیشه چایی رو از بالا میریزم. چه کفی کرد، بهم حس نسکافه میده. درست تکنولوژی خیلی چیزها رو از ما گرفت، کرسی رو از ما گرفت، نوار کاست رو از ما گرفت، مهمونی های سرزده دور همه این چیزها رو تکنولوژی از ما گرفت. اما تکنولوژی مثل یه خیاریه که میتونی باش پنیر رو خورد کنی، مثل پنیریه که با خیار میتونی ببری، مثل چاقویه که هم میتونی باش خیار پوست بکنی هم آدم بکشی. حالا اگه با تکنولوژی خیار پوست بکنی نتیجهش میشه این میتونه خیلی ها رو از زندان بیاره بیرون. وقتی یکی میره تو زندان در واقع خودش تنها نمیره اون تو، یه جورایی انگار خانوادهش هم میرن اونجا.
اگه طرف متأهل باشه خب نون زن و بچهشو کی میده؟ این داری چی کار میکنی غلام؟ هیچی، کاری نمیکنم. غلام وا نکنی اون وامونده رو ها؟ نه بابا چی کار دارم به این؟ به خدا غلام اگه بفهمم دست بهش زدی خودم دست و پاتو گره میزنم که ببرنت زندان ها. خیلی خوب بابا چشم. مسواک زدی؟ بله مسواک زدم. خیلی خوب بگیر بخواب دیگه. باش. چی پیدا نمی کنم بابا؟ یعنی چی الان ما چیکار کنیم بس؟ کل اینترنت رو زیر رو کردن هیچ جوره نمیشه این رو باز کرد. آخه نمیتونی بازش کنی که اینجوری حیثیت هم همینه. ما فردا اومدیم یه شمال خواستیم بریم اینجوری بریم. حالا یه سال شما نمیم چی میشه مگه؟ بابا فقط شمال نیست که من چه دفعه فهم حیثیت هم میره بگم این چیه من بسنم به خودم. پدر من بد کاری کردن یه کاری کردن شما یک سال زندان تو بیا پیش ما زندگی کنی به زندگیت برسی. میخوای باز کنی دوره ببرنت زندان؟ خیلی خوب بابا تو هم که زن هرچی اصلا اومده کمکم بکنه. میگم بابا لوپاتو باد کنه منه. هیچ وقت لوپاتو برای کسی باد نکنه. از همین جا میشه که اینجوری پابند ببندن تو باد. اینه که شمارش چنده؟ یک. آفرین بس لوپاتو باد کن. گفتی نکنم که باری کلا این چیه؟ زندان رفتن آدم ها واقعا یه امر سخته و آسیب های زیادی برای خود فرد محکوم و خانواده و اطرافیانش داره. به همین خاطر قوه قضاییه ما الان مدت هاست به دنبال اینه که تا حد ممکن مجرمین عادی کمتری رو به زندان ببره و زندان رو تبدیل به جایی برای مجرمین حرفه‌ای بکنه. یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای تحقق این هدف هم استفاده از سامانه‌های مراقبت الکترونیکه. حالا این سامانه‌ها چی هستن؟ زندانیایی که جرائمی از درجه 5 تا 8 رو مرتکب شدن یا به عبارت دیگه از 3 ماه تا 5 سال حبس دارن و زندانیانی که جزای نقدی تا 18 میلیون تومان دارن میتونن به جای زندان رفتن از پابند الکترونیک استفاده کنن. شرطش هم اینه که از محدوده مکانی که سامانه الکترونیک مشخص میکنه خارج نشن و در واقع تحت کنترل این سامانه قرار بگیرن. البته که هدف استفاده از سامانه الکترونیکی فقط کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه به زندانیانی که جرائم سبکتری دارن اجازه اینو میده که به جای اینکه دوران محکومیتشون رو در زندان سپری کنن در کنار خانواده و خارج از زندان باشن و زندگی اجتماعیشون آسیب جدی نبینه و حتی کارم بکنن. افراد میتونن قبل از شروع دوره محکومیت و یا در دوران محکومیت درخواست پابند الکترونیک رو به مددکاران زندان بدن و در صورتی که قانون اجازه بده از این طرح استفاده کنن. این غلام رو از زندان کشید بیرون. فکر میکنید تولید سوئیسه؟ نه تولید داخله، کشور خودمون، وطنم. اسمش پابند الکترونیکه. زندانی درخواست میده اگر شرایطشو داشته باشه، جرمش خیلی سنگین نباشه، یه دونه از اینا به پاش میبندن و آزاد میشه. البته براش یه محدوده ای تعیین میکنن ها. اگر از اون محدوده با این پابند خارج بشه، پلیس میاد میگیرتش، دیگه جرمش سنگین تر میشه. با این زندانی میتونه پیش زن و بچهش باشه ولی تو زندان باشه، آزاد باشه ولی تو زندان باشه، تو زندان باشه ولی آزاد باشه، بره کاراشو انجام بده، توبه کنه، بره سر کار، ولی تو زندان آزاده ولی تو زندان، تو زندانه در واقع ولی آزاده. تولید داخلم هست، وطنم. آی 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 آبا آخلو
آقا چرا به خودت میپیچیده ای؟ اسخن دیر رو نمیخته به هم دارم میگرم مال غذای خون است. من هم هر وقت آزاد میشم دو سه روز میشم آب بخور همه آقا غلا همه ای با میداشتی ای با آقا چیه حالا یا امه یا آب غوره چرا میگیم چهار سالی میخواستیم بریم حالا میشه ست تایی حالا امه داریم این چه رو صداشو در نه بابا صداشو در نه این همون چیزی که تو میخوای به خاطرش از تهران خارج نشی به جاجورت میرسی میبرن تو تو که نمیخوای زن بچت نه نمیخوام چکا کنم یه نگه بابا ایستاده میگه ببینیم شما هرچی من میگم تو تایید کن چجوری ده اصغر اصغر این بابا حال رویش خیلی بده یه احساسیه میدونی که عمش مرده ما بریم شمالش مال زایست رفیق عمه رزوان عمه رزوان که عمه من که میشه زنموی شما زنمو رزوانو میگی خاک بر سرت زنمو رزوانو میگه عمو رزوان نمیدونی چه زن باید آه 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 خرچی آدم برای این سفر بابا به بچه گاراژ احمد طلا گفتم ویلا سخت‌ها گذاشتم گوسفند رفت رفت به سرت که رفت بریم آقا ول کن جمع کن بریم به اینا نیومده سورو بریمه بیش کن بریم عشق و حالی آقا پیادش حال بده بابا بابا گرفتار کرد نمیگیره این آقا دیگه وقتش این در ما رو در بردم بده دو بده دو قول بدیم بده دو بده دو دیگه بابا سر بالا یه کمرم چی کرد بده دو رفتن بابا برو برو کرد ترانه ای میخونم از زبان همه مجرمان واجد و شرایط که درخواست پابند الکترونیک دارن. من توی حبسم آرزو دارم که پر بگیرم وای که پر بگیرم وای که پر بگیرم توبه کنم من زندگیمو باز از سر بگیرم وای از سر بگیرم وای از سر بگیرم اون زن و بچم چه گناهی کردن خرجشونو خوب کی میگیره گردن یه دونه از اون پابندا میبندم بذارید برم پیش زن و بچم آره مجرمم ولی آدمم توبه میکنم سر به راه میشم به جون ننم حتی یه قدم بیرون نمیرم میچرخم فقط توی محدودم با اون پابندم به جون ننم حتی یه قدم بیرون نمیرم میچرخم فقط توی محدودم با اون پابندم من توی حبسم آرزو دارم که پر بگیرم وای که پر بگیرم وای که پر بگیرم توبه کنم من زندگیمو باز از سر بگیرم وای از سر بگیرم وای از سر بگیرم اون زن و بچم چه گناهی کردن خرجشونو خوب کی میگیره گردن یه دونه از اون پابندا میبندم